درود بر شما همراهان عزیز. از شما سپاسگزارم که با لایک و کامنت های ارزشمندتون ما رو در بهتر شدن برنامه ها یاری می کنید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممکنه شما هم از اون دست افراد باشید که به صنعت هواپیمایی یا هوانوردی علاقمند باشید و حتی حوادث هوایی رو دنبال کنید. حادثه کنده شدن سقف یک هواپیما در آسمان هم یکی از این حوادثه که ممکنه براتون جذاب باشه. پس ما رو همراهی کنید. تحلیل ها از کاپیتان مدرسی 28 آپریل 1998 ساعت 1 بعد از ظهر فرودگاه بین المللی هیلو شاهد حضور مسافرانی بود که قصد داشتند با پرواز شماره 243 این جزیره زیبا رو به مقصد هونولولو ترک کنند. خطوط هوایی لوها یکی از شرکت‌های معتبر هوانوردیه که تجارب زیادی در حمل مسافر داره. مسافران با نظم و ترتیب، با هزاران شوق و امید در صف دریافت بلیت ایستاده بودند. دقایقی بعد اجازه سوار شدن مسافران صادر میشه. زمان پرواز کلاً 35 دقیقه است. پروازها از صبح زود آغاز شدن و این نهمین پرواز این شرکت به جزیره هونولولو بود. مسافران با لبخند و خوشامدگویی مهمانداران وارد هواپیمای بوئینگ 737 میشن. سالهای متمادیه که گروه پروازی به این پروازهای روتین عادت کردند. خانم سی بی یکی از با سابقه ترین مهمانداران این خطوطه که به عنوان سرمهماندار در این پرواز حضور داره. یکی از مسافران در حین سوار شدن به هواپیما ناخواسته متوجه ترک‌هایی در بدنی هواپیما میشه. حس بدی در این پرواز به اون دست میده و براش آزاردهنده میشه. اما به خاطر شلوغ بودن سر مهمانداران بیخیال میشه و حرفی نمیزنه. کاپیتان باب شونز تایمر با 11 سال سابقه مسئولیت این پرواز رو به عهده داره. کمک اون خانم امینی تامکینز با 9 سال تجربه پرواز. منتظر چک برای کاپیتانیه. کاپیتان باب قبل از روشن کردن هواپیما به شوخی از کمکش میپرسه کی کاپیتان میشی؟ دقایقی بعد هواپیمای 737 به سر باند قرار میگیره و به پرواز در میاد. معمولاً هواپیماهای بوئینگ 737 در زمان تیکاف و لندینگ با تکانهایی همراهه، اما چشمانداز زیبای جزایر هاوایی تکانها را از سر مسافران میبره. مسیر پروازی به خوبی در بعضی از تصاویر و ویدیوها مشخصه. مسافران از مشاهده مناظر لذت میبردن. به خاطر کوتاهی مسیر پروازی معمولاً با نوشیدنی خنک از مسافران در مسیر پذیرایی می شد و خانم سیبی در حال پذیرایی هستند. هواپیمای 737 در حال رسیدن به ارتفاع دلخواه یعنی 24,000 پایی. کاپیتان عادت داره مسئولیت پرواز رو به کمک خلبانش بسپاره چون چیزی به کاپیتانیش نمونده. همونطور که عقربه ارتفاع سنج نشون میده در حال رسیدن سقف درخواستیه. همه چیز عادی و طبیعی به نظر میرسه، اما درست در لحظه‌ای که خانم کمک خلبان قصد داره با چرخش به سمت راست در کلیدور اصلی قرار بگیره، ناگهان صدای انفجار شنیده میشه. کاپیتان سعی میکنه با گرفتن یوک فرمان کنترل رو به عهده بگیره. هر دو شوکه شدن. باب در حالی که سرگرم گذاشتن ماسک اکسیژن به سر خودشه خطاب به کمک خلبان میگه ما فشار رو از دست دادیم، اما به خاطر وزش باد صدای اون به همکارش نمیرسه. در بخش مسافران اوضاع خیلی آشفته است. وزش باد شدید و سرمای حاصل از اون مسافرا رو پریشون کرده. این در حالیه که به دلیل از دست دادن فشار جون همه مسافرا در خطره. هر دو خلبان به زحمت ماسک‌های اکسیژن رو به سر خودشون قرار دادن. خانم پاتریسیا اوبرا یکی از مسافران این پرواز درباره لحظه انفجار میگه با صدای مهیبی سقف هواپیما از بالای سر ما کنده شد. همه وحشت زده شده بودیم. بعضی از تصاویر دقیقاً لحظه ترک خوردن بخشی از سقف هواپیما رو نشون میده که بعدها
فیلمی مستند از حادثه این هواپیما توسط سازمان نشنال جیوگرافی تهیه و تولید شد. قسمت بزرگی از سقف با شدت تمام از جای خودش کنده شد و به اقیانوس افتاد. تنها شانسی که آوردن قطعه جدا شده به دم هواپیما برخورد نکرد و به قول قدیمی ها میلیمتری از کنار دم با سرعت گذشت. یکی از خانم‌های مهماندار از اینکه سرمهماندار پرواز خانم سیبی به بیرون پرتاب شده بود و همکار دیگه‌ای بیهوش و خونین به روی زمین افتاده بود خیلی نگران و ناراحت بود. صدای شدید وزش باد مانع از شنیدن دستورات کاپیتان میشه. خانم کمک خلبان با فریاد میگه من متوجه نمیشم چی میگی، من متوجه نمیشم. در این لحظه وقتی خانم تامکینز به پشت سرش نگاه میکنه از تعجب خشکش میزنه. اون تازه متوجه میشه چه بلایی به سر هواپیما اومده. بیچاره مسافرا به خاطر از دست دادن فشار و وزش شدید باد خیلی وحشت زده شدن. این هم از بدشانسی این مسافرا بود که یه تکه روزنامه رو وزش باد به صورتش چسبونده بود. آشفتگی و اضطراب مسافران به خوبی نمایان بود. طفلک مهماندار سعی میکرد هر از گاهی به وضعیت همکار مجروح خودش رسیدگی کنه. عمو گریگفیس حتما معرف حضورتون هست. در اغلب سوانح به عنوان کارشناس حضور داره. او درباره خطر بی اکسیژنی که اصطلاحاً هایپوکسیا گفته میشه توضیح میده. در همین لحظه ماسک های اکسیژن برای تنفس از سقف آویزون میشن. بنده خدا مسافرانی که سقف بالای سرشون نیست، برای لحظه‌ای تنفس از ماسک های سایر مسافران تقلا میشه. خانم هاپکینز ابتدا سعی میکنه وضعیت خودش رو به مرکز کنترل ترافیک اطلاع بده، اما موفق نمیشه. سرعت هواپیما در این لحظه به 270 ناتیکال مایل رسیده. کاپیتان سعی داره ارتفاع رو کم کنه، اما همین فاصله مشکلاتی برای مسافران ایجاد میکنه. همطور که گفته شد ترک و شکاف ها حتی به زیر بدنه هم ادامه پیدا کردن. طفلک خانم مهماندار یک لحظه با خودش فکر کرد نکنه هواپیما خلبان نداشته باشه. به همین دلیل با تلاش بسیار سعی کرد خودش رو به پشت کابین برسونه و از تلفن داخلی جویای حال اونا بشه، اما متاسفانه ارتباط قطع شده بود. تقریبا 25 دقیقه از پرواز گذشته بود که این اتفاق رخ داد. کاپیتان سعی میکنه هواپیما رو در ارتفاع مناسب حفظ کنه. کمک خلبان وقتی از ارتباط با مرکز ترافیک ناامید میشه سریع به روی فرکانس برج کنترل میره. در برج مراقبت پرواز فرودگاه هونولولو مسئول مربوط در حال گفتگو با همکاران خودشه که صدای کمک خلبان رو میشنوه. خانم هاپکینز سعی میکنه با فریاد وضعیت اضطراری هواپیما رو به برج مراقبت اطلاع بده. او تاکید داره که ارتباطش با بخش مسافران قطع شده. با شنیده شدن وضعیت پرواز 243 مسئول برج حادثه فوراً حادثه رو به سرشیفت آتش نشانی اطلاع میده. سرپرست ایستگاه به محض شنیدن وضعیت اضطراری آژیر رو به صدا در میاره و از داخل میکروفون وضعیت رو اعلام میکنه. هواپیما همچنان در ارتفاع پایین به سمت فرودگاه در پروازه. به دلیل کنده شدن بخش اعظمی از سقف و رخنه باد به داخل کابین، کنترل هواپیما خیلی دشوار شده. مهماندار با تجربه از اونجایی که احساس میکنه شاید هواپیما به فرودگاه نرسه و توی اقیانوس سرنگون بشه، سعی میکنه با پوشاندن جلیقه نجات به مسافران اونها رو آماده کنه. با نزدیک شدن به منطقه اپروش کاپیتان از کمکش میخواد چرخ رو پایین بیاره و متاسفانه چراغ قفل شدن چرخ جلو خاموشه که نشان دهنده باز نشدن چرخ جلوی هواپیماست. اگرچه تیم تحقیق و بازرسی متوجه دلیل کنده شدن سقف شد، اما همچنان این پرسش مطرحه که چرا فقط خانم سیبی به بیرون کشیده شد. روحش شاد. از اینکه تا پایان برنامه ما رو همراهی میکنید از شما ممنونیم. لطفاً نقطه نظراتتون رو با ما در میون بذارید و موارد مورد علاقتون رو کامنت کنید تا در برنامه های آینده به اونها بپردازیم.
روزگارتون سرشار از شادکامی و بهروزی. بدرود.